همچنان و در ایام نوروزی ما پیام مختلفی که ایش روبرت که در مورد تازگی است خود من در برنامه سیمای مسی در ماه گذشته راجع تازگی صحبت کردم و بعد موضوع بهار هست موضوع به حال تغییر و تحولات روحانی و طبیعی هستش بی مناسبت که از شما به عنوان که معلمه پرسیم چرا تولد تازه در زندگی مسیح اینقدر مهمه ما گفتیم که اگه کسی میخواد به دانشکده بیاد باید ایماندار باشه شاید بعضی اصطلاحات که ما به کار بردیم برای نوکیشا و حتی دوستان غیر مسیحی تازگی داره ولی تازه, تازه چرا اینقدر مهمه چرا باید روی ایستاد؟ بله. خب قبل از هر چیز اگر خود کلام خدا رو نگاه بکنیم در تعلیم مسیح در اون گفتگویی که در انجیل یوحنا باب سوم مسیح با نیقودیموس داره خیلی واضح و روشن مسیح به نیقودیموس میگه که, که اگر کسی از سر اینو مولود نشه نمیتونه وارد پادشاهی خدا بشه و همچنین بخش های مختلف عهد جدید و بدون این تولد تازه نمیتونه زندگی مسیح شروع بشه تولد تازه زمانی است که روح خدا گناهکار بودن ما رو به ما نشون میده و روح خدا خداوندی و الوهیت مسیح رو به ما نشون میده و باز روح خداست که اون حیات الهی رو در ما به وجود میاره شک میده و باز خود انجیل یونا باب یک تاکید میکنه که اونایی که به او ایمان آوردند از خدا تولد یافتن در تولدی است که از آسمان است تولدی که از روح خداست و باز کلام خدا تاکید میکنه که همه ای ما انسان ها در گناه مردیم بعد از سقوط انسان هر انسانی که به دنیا میاد در واقع در گناه به دنیا میاد و حاکمیت گناه بر فکر و اراده و احساس و تمامیت وجودش بگونه است که انسان برای نجات خودش کاری نمیتونه بکنه خدا نمیتونه رابطه زنده و واضح و رابطه مستقیم با خدا داشته باشه تولد تازه اتفاقی است که وقتی ما به عیسی مسیح ایمان میاریم به کار مسیح رو روی صلیب انجام شده ایمان میاریم در واقع نتیجه ایمان ما این هست که خدا به ما یک حیات تازه میده. یکی از اتفاقاتی که در حیات تازه میفته، در تولد تازه میفته، این است که قدرت گناه در زندگی ما شکسته میشه چون بدون تولد تازه انسان نمیتونه زندگی پیروزمندانه ای داشته باشه که بر گناه غلبه بکنه بله بعد از تولد تازه و توبه هم ممکنه در زندگی یک مسیحی گای اوقات گناه رخ بده ولی برای یک مسیحی که تولد تازه داره و با خداوند زندگی میکنه گناه یک اتفاق یک حادثه است نه یک عادت نه یک شیوه زندگی ولی بدون تولد تازه شما نمیتونید کسی که هنوز روح خدا رو دریافت نکرده و روح خدا فکر او رو تازه نکرده احساسات او رو تازه نکرده اراده او رو تبدیل نکرده نمیتونه زندگی داشته باشه که این زندگی در اطاعت از خدا سپری بشه در واقع در رومیان باب 8 وقتی که پولس در مورد زندگی تحت حاکمیت روح خدا زندگی میکنه صحبت میکنه و زندگی تحت حاکمیت جسم میگه تفکر جسم دشمنی خداست نمیتونه بلدی. جسم خدا رو خوشنود کنه و تولد تازه زمانی است که این اتفاق که در اتفاقی در ما میفته این است که انگار ما دوباره زنده میشیم باز در افسوسیان با دوم میگه ما مایانه که در گنان خود مرده بودیم با او زنده گردانید در واقع کار مسیح وقتی او میمیره بر روی صلیب و روز سوم از مردگان زنده میشه تاکید کلام خود این هست که ما هم با مسیح زنده میشیم در واقع در رخداد تولد تازه ما قدرت رستاخیز مسیر رو به شکلی تجربه میکنیم ما هم با او زنده میشیم و به عنوان یک نوزاد تازه به دنیا اومده در پادشاه خدا وقتی حیات خدا رو داریم روح خدا رو داریم به واسطه روح خداست که میتونیم به خدا بگیم ابا هیچ کس نمیتونه به خدا ابا بگه پدر بگه بابا بگه ابا کلمه باباست در واقع مگر اینکه روح خدا که روح فرزند است این رو در او شکل بدین و در او به وجود بیاره بله میشه لفظ عبا رو به خدا گفت ولی عبایی که ما با درک عمیق با درک محبت او به خدا میگیم نتیجه تولد تازه است وقتی خدا رویش رو به ما میده وقتی که تولد تازه پیدا میکنیم یعنی روح خدا رو میابیم یعنی حیات تازه میابیم یعنی در رابطه جدیدی با خدا قرار میگیریم که رابطه فرزندی و پدری است و در این رابطه هست که ما تازه میتونیم رشد کنیم در این رابطه هست که میتونیم خدا رو بشناسیم در این رابطه هست که ما میتونیم از همه مواهب و برکات فرزندخواندگی و زندگی در پادشاه خدا برخوردار بشیم ولی یک نقطه شروعی هست به نظر من هر مسیحی باید در زندگی خودش این نقطه مشخص شروع زندگی مسیح رو تجربه کنه حالا ممکنه در مورد بعضی ها این تولد تازه مثل شهادتی که من داشتم شما داشتید با احساسات و خیلی تغییرات اساسی و عمیق همراه باشه در بعضی ممکنه تدریجی باشه یعنی یک مدت زمانی طول بکشه کلام رو بفهمن درک کنن یواش یواش کنن دعا کردن و یک فرایند ممکنه باشه ولی به هر حال با یک تغییر مشخصی در زندگی فرد انجام بشه یعنی فرد کاملا متوجه باشه که از فلان تاریخ او شیوه تفکرش زندگیش رفتارهاش عوض شد وارد یک فضای کاملا متفاوتی شد وارد یک رابطه جدید با خودش شد نمیگم کامل شد تازه مثل تولد یک نوزاده در یک خانواده و باید فقط بعد از تولد تازه راه راه را را درازی داره که باید رشد کنه و در اون کمالی که در مسیح هست قرار بگیره حرکت کنه ولی به نظر من باید هر ایمانداری که وقتی ما میگیم ایمان آوردن و توبه و ایمان منظور از توبه و ایمان چیه کلمه توبه در زبان یونانی کلمه متانویاست متانو یعنی یک تغییر جهت کامل شما انگار دارید یک راهی رو میرید به یک باره تغییر جهت میدید یک راه دیگر رو میرید و اون متانایی یا توبه باید باعث تغییرات عمیق و ملموس در زندگی ما بشه و این اتفاق نمیتونه بیفته مگر اینکه روح خدا به ما حیات بده روح خدا در ما عمل کنه و اون اتفاقی رو بیفته به در ما بیفته که بهش میگیم تولد تازه پس به نظر من تولد تازه نقطه شروع زندگی مسیحی حالا خیلی بحثا هست من نمیخوام حالا وارد خیلی جزیات بشم وقت برنامه شما اجازه نمیده ولی مثلا شخصی مثل سی لوئیس ما میدونیم که سالها طول کشید که به مسیح ما میاره ابتدا اعتقاد به خدا نداشت بعد یک لایدری بود اگنوستیک بود بعد یواشاش کتابی رو میخونه لحظه میرسه که متوجه میشه مسیح شده بله یک فرایندی رو یک فرند طولانی رو ذکر میکنه طی میکنه ولی از لحظه‌ای که متوجه میشه دیگه مسیح هست اون تغییر در زندگیش رو میتونه بفهمه متوجه میشه آدم دیگه است حالا کتاب معروفم داره سورپرایز بای جوی که اون فرایند تبدیلش رو که حالا بعدش اتفاق میفته توضیح میده ولی درسته که یک فرایند طولانی بود ولی به حال از یک جایی متفجز که تجربه مسیحیش زندگی مسیح شروع شده یا در مورد من یا شما ما به یک مال ما خیلی به یک بود یک تجربه خیلی این تجربه ایمان آوردن رو به شکل یک تجربه به یک باره آنی تجربهش میکنه و مثلا اون عارف معروف هندی که منه. باز تجربه اوندانش یک تجربه عجیبی بود پس در بین بعضی میتونه یک تجربه آنی خیلی مشخص و بارز همراه با احساسات خاص باشه در بعضی ممکنه نه این شدت احساسات کمتر باشه یا فرایند طولانی تری باشه ولی به هر حال من فکر میکنم شخص میتونه بگه که من یک نقطه شروعی در زندگی روحانی داشتم از این زمان زندگی مسی من شروع شد و اون زمانی است که روح خدا به شما حیات تازه میده روح خدا به شما فکر تازه میده روح شما به شما قوت میده که بتونید بر گناه غلبه کنید و زندگی جدیدی رو شروع کنید برای بله همین به نظر من بدون تولد تازه اصلا زندگی مسیحی شروع نمیشه به نظر من یکی از مشکلاتی که در بعضی از کلیساها میبینیم بعضی از کلیسایی که پر میان و شما میبینید در این کلیسا تغییر عمیق زندگی آدما نیست میان کلیسا سرود میخونن موزه گوش میکنن مسیح هم دوست دارن ولی اون تغییر عمیقی که نشون تولد تازه در اونها دیده نمیشه و برای همینه که بعد روی موضوع ما خیلی تاکید کنیم در موعظه هامون در تعالیمون اگر ایزانی تجربه رو ندارن تشویقشون کنیم که اون توبه عمیق و تجربه تولد تازه رو تجربه کنن حالا اگر زمان هم میباره بذارید زمان ببره ولی به نظر من تجربه تولد تازه گاهی اوقات در بعضی از کلیسا اینقدر کم رنگ شده جمعنی. خیلی بیشتر توجه خب دوست داری بیاد یه کلیسا نه دوست داشتن مسیح خیلی مهمه ولی خیلی مسیح دوست دارن خیلی غیر مسیحا مسیح دوست دارن آقای مهاتما گاندی عاشق مسیح بود ولی یک هندوی خیلی معتقد بود مسیح اونقدر دوست داشتنی که خیلی مکاتب و مذاهب دوستش دارن ولی تجربه تولد تازه به نظر من نقطه شروع زندگی مسیح است و به نظر من باید در و تعالیم خودمون روی موضوع ما خیلی تاکید کنیم